چهاردهمین روز خرداد ماه برابر با 4 ژوئن سال 1144 خورشیدی برابر با 1765 میلادی، در گذشت الکسی کلود کلرو، ریاضیدان فرانسوی که نوشتن اولین مقالهش در زمینه ریاضیات در سن 16 سالگی باعث شد تا به عضویت آکادمی علوم فرانسه انتخاب شود. او در مدت حیات خود توانست نیروی جاذبه زمین در نقاط مختلف، تأثیرات کشش جاذبه سیاره زهره بر زمین، جرم تقریبی سیاره زهره و ماه و تأثیر جاذبه سیاره مشتری و زحل بر ستارگان دنبالدار را محاسبه کند. الکسی کلود کلرو سرانجام در 52 سالگی درگذشت. سال 1315 خورشیدی برابر با 1901 میلادی، در گذشت شیخ خزعل الکعبی، مشهور به معز السلطنه و سردار اقدس که دارای نشان فرماندهی شوالیه از نوع درجه اول از امپراتوری بریتانیا و رئیس قبیله مهیسن بود، او به تحریک انگلستان پس از کشتن برادرش شیخ مزعل به دستور مظفرالدین شاه به حکمرانی خرمشهر و نواحی اطرافش تعیین شد. وی که مردی باهوش و سیاستمدار بود و با حدود 100 ازدواج اغلب مصلحتیش، توانست به صاحبان قدرت و مقامات درجه اول کشور و سران سایر اقوام نزدیک شود و کم کم نفوذ فراوانی در منطقه خوزستان به دست آورد و چنان قدرت و امکاناتی به چنگ آورد که خود را امیر عربستان بنامد و در گیر و دار صدور فرمان مشروطیه داعیه سلطنت خوزستان کند. با روی کار آمدن حکومت پهلوی و قدرت گرفتن رضا شاه، زمانی که دولت مرکزی مالیات‌های عقب افتاده خوزستان را مطالبه کرد، در ابتدا شیخ خزعل به کل بدهکاریش به دولت ایران را انکار نموده و طی تلگرافی به شاه او را فردی غاصب دانست که هیچ گونه رسمیتی ندارد، و چون این عمل موقعیتش را به شدت در خطر انداخت، نخست خود را طرفدار آزادی و قانون اساسی نشان داد و با مخالفان رضا شاه مانند آیت الله مدرس و شکرالله خان قوام الدوله هم پیمان شد و سپس به کمک سران قبایل و عشایر جنوب قیام سعادت را برپا کرد و بدین ترتیب علناً با حکومت مرکزی به مبارزه پرداخت. در واقع هدف این شورش بازگرداندن احمد شاه، خلع رضا شاه و از همه مهمتر جدایی خوزستان از جنوب ایران بود. در چنین شرایطی رضا شاه برای تنبیه شورشیان راهی خوزستان شد و اخطار کنسول انگلستان که مسئولیت مستقیم هر گونه آسیب دیدگی لوله‌های نفت ایران و انگلیس را متوجه دولت ایران و شخص رضا شاه دانسته بود، هم نه تنها باعث توقف شاه نشد، بلکه شتاب بیشتری به این عمل او بخشید. سرانجام رضا شاه فاتحانه وارد خرمشهر شد و در کاخ فیلیه شیخ خزعل سکونت کرد، اما با این همه به شیخ خزعل اجازه داد تا در خوزستان بماند و در ضمن دستور داد که مالکیت شیخ بر املاک و دارایی‌هایش محترم شمرده شود و مراقبت کنند تا شیخ و خانواده‌اش مورد آزار و اذیت قرار نگیرند. اما پس از چندی مجدداً به رضا شاه خبر داده شد که شیخ قصد خروج از ایران را دارد و چون بیمان می‌رفت که این بار وی به عراق رفته و از آنجا مشکلاتی را برای ایران به وجود آورد، رضا شاه فرمان داد تا شیخ خزعل به تهران فراخوانده شود و برای همیشه به همراه خانواده‌اش در این شهر سکونت کند.